بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما به برنامه بعد از خبر خوش آمدین از جنگ حماس و رژیم صهیونیستی اسرائیل سی و روز میگذره در این مدت بیش از یازده هزار فلسطینی که هفتاد درصد اونا را زنان و کودکان تشکیل میتن در این جنگ نابرابر به شهادت رسیدن بسیاری از زیرساخت های غزه با خاک یکسان شده بیش از چهل هزار خانه و ساختمان در نوار غزه نابود شده و ده ها هزار نفر زخمی شدند. جنگ همچنان جریان دارد. آن تماشا چیست؟ اگرچه افکار عمومی مردم جهان به ویژه در, در غرب بیدار شده و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راه های گسترده صدها هزار نفری برگزار می کنند اما دولت های اسلامی عربی نظارگر وضعیت جاری در غزه هستند نهادها و سازمان های حقوق بشری مهر سکوت بر لب زدند و هیچ کس به فریاد مظلومیت مسلمانان غزه نمی رسه. دیروز برای نخستین بار بزرگترین و مهمترین گرد همایی سران کشورهای اسلامی در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد. پنجا و هفت رئیس کشورهای اسلامی یا نماینده های ارشد کشورهای اسلامی در این نشست شرکت کردند. نشستی متشکل از اعضای سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب. اما آنچنان که انتظار می رفت و قابل پیش بینی بود هیچ اتفاق مهمی در این نشست روی نداد و هیچ اقدام مؤثر و بازدارنده از جنایات نسل کشی رژیم سهیونسی در غزه در قالب یک بیانیه الزام آور صورت نگرفت در برنامه بعد از خبر امروز به همین موضوع می پردازیم و مهمان برنامه جناب آقای سیف الرحمان ابراهیمی کارشناس امور سیاسی هستم سلام با شما و خیلی خوش اومدید شکر بسیار در نشست ریاض همچنان که عرض کردم سران 57 کشور اسلامی جمع شدن تا از غزه حمایت کنند اما آیا واقعا از غزه حمایت شد بسم الله الرحمن الرحیم نخص از همه احترامات خدا به شما و بیننده های تلویزیون تمدن تقدیم میکنم در رابطه با پاسخ شما باید ذکر شود که و هفت کشور اسلامی رو اسای جمهوریشان در ریاض به خاطر اتخاذ یک تصمیم واحد در رابطه با جنگ نابرابر و ظالمانه اسرائیل باید یک موقف واحد اتخاذ می‌کردند ولی نگفته نماند که اول این گردمایی اینها بعد از ای که یازده هزار انسان بیگونا اطفال و خانمای فلسطینی شهید میشه این یک اقدام بجای نبود باید پیش از او در روزای نخست این اقدام صورت میگرفت این نماینگری ای است که اکثریت کشورهای اسلامی به این جنگ به انوان یک جنگ مقدس حماس در برابر اسرائیل یک جنگ ازادی بخش یک جنگ مذهبی و مشروع نمی بینه بلکه روی دیدگاهشان بیشتر سیاسی است و این دیدگاه سیاسی سبب ازی شده که منافع سیاسی خود را در نظر گرفته به خصوص زمانی که در روزه اول وزیر امور خارجی امریکا حضور پیدا می به عنوان یک گسوی در اسرائیل و همچنان سفر بایدن رؤسای جمهور فرانسه نخست وزیر بریتانیا بریتانیا بل. اونها به صراحت موقف خود را و پشتیبانی خود را از جنگ اسرائیل اعلان کردن و به این طرف اگر نگاه شود شهرک های اقتصادی این کشورها به دست امی کشور اسلامی است بخصوص نفت که صادر میشه شما ببینیم بعد از جنگ اوکراین یک معضل بسیار بزرگی که اروپا به تشویش بود امی مواد سوخت بود برای اروپایا و ای را از خاورمیانه تمویل میکنن به او اساس ما در کشورهای اسلامی نظامهای برخواسته از متن جامعه نداریم نظام است که به اثر حمایت غربی ها در جوامع اسلامی یا به شکل دائمی یا به شکل بیگنا مشروعیت خود را حاصل کرده ولی برنامه و امر که صورت میگیره حکم ای از غرب است با او اساس شما السیسی رو ببینین که مرسی میره السیسی میرا و ای به کل جهان معلوم است که ای یک جاسوسی اسرائیل است در حال که مرسی در انتخابات دموکراتیک برنده شد, برنده شد. شما محمد بن سلمان رو ببینین امو یک دیدگاه برتر مذهبی وقتی به اینها بود و اینها به حساب محافظین حرم شریف بودن ولی شما ببینن کودک غزه کشته میشه اینها جشنهای های مدلنگ جشن های مثلا رسلنگ برگزار میکنن هلی. ای بسیار افتضاحانه است ای بسیار یک گپ بسیار جدی هست که باید کل کشورهای اسلامی به این موارد توجه بکنه که نظام های حاکم امو اقتدارشان در گرو زمانت غربی ها هست به او اساس اینها مستقل نیستن به او اساس اینها به یک امو حاکم محکومیت وجدان به خاطر رفع محکومیت وجدان اینها یک جمع شدن و اون به خاطر ازی که امریکا برشان میگه اگر یک دو سه روز وقفه جنگی بیایه ای سی روز جنگ ای به حماس نیست نه. چی مانا داره؟ در دا روز کدام درد دوا میشه؟ در دا, دا چی؟ چه قدر مثلا از و آب و و او صلاحیت اسرائیل میته مثلا در بندر که در مس... مصر است بین مصر رفع. او و هم تحت حکمیت اسرائیل است به او اساس سیروز یک زمان کم هست و در غیر از او ما وقتی میبینیم در جهان کسایی که قدرت داره بیشتر نظامیگری میکنن و کسایی که ضعیف هستن نقاط ضعفی بیشتر داره اونها بیشتر به دیپلماسی متوسل می میشه و دیپلماسی بعد از ویرانی غزه و 11 هزار انسان که به قتل میرسه این دیگه معنا نداره دقیقا همینطور مؤثر بودن نشست ریاض در صورتی است که بمباران غزه متوقف شود بله و یک صلح پایدار غیر مشروط نه مشروط غیر مشروط یعنی اینکه بله. حماس و نوار غزه همچنان وجود داشته باشند و از حیثیت خودشان از هویت خودشان از سرزمین خودشان بتوانند دفاع بکنند یک چنین صلحی یک چنین آتش بسی مستقر شوه. در این صورت است که ما میگیم نشست ریاض یک نشست معصر بود و پیامد داشت پیامدی که به نفع مردم مظلوم فلسطین است اما این اتفاق نیفتاد شما با درستی فرمودین که نظام های سیاسی مستقر در کشورهای اسلامی به دلیل برخواستن بودن از متن مردم و وابسته بودن به حمایت های غربی نگاه سیاسی دارن و منافع خودشان را دنبال می برای... بله. بله برای اونا مهم نیست که این یازده هزار انسان بیگناهی که در غزه به شهادت رسیدن دو برابر شوند یا سه برابر شوند مهم این است که اونا همچنان بر سر قدرت باقی بمانند حالا با تمام معنا مردم غزه و افکار عمومی جهان اسلام از نظام های سیاسی اسلامی ناامید شدن با توجه به این وضعیت فکر میکنین چه راهکاری وجود داره برای پایان دادن به بحرانی که همکنون در غزه جریان داره خب بیشتر همی جنگا ابعاد گسترده بین مللی پیدا کردن شما ببینین به یک نوع روسها هم میخواه که توجه غرب از اوکراین به خوار میانه بیشتر شود به هر اندازه ای که جنگ غذا دوام بکنه به نفع روسی است به نفع است شما ببینین حتی به شمول افغانستان اگر یک موضوعی که توجه جهانی را به جلب بکنه به نفع امارت اسلامی است ام. و شما ببینین زمانی که حماس سرکوب میشه عربستان بسیار خوش است یکی از های اساسی است که امی الگوی شب نظامیگری در جهان اسلام بیشتر نتیجه بخش بوده نظر به های رسمی بله. که یک نمونهش ما در افغانستان میبینیم به می بینیم شکل در فلسطین در سوریه در عراق یعنی بله. جهان اسلام به طرف تشکیل های شبه نظامی که حاکمیت داشته باشه میره و در این بعض کشورها منافع خودم داره که باید اگر به با یک حکومت رسمی نمیتونه تعامل داشته باشه با گروه های نیابتی خود در کشورهای دیگه تقویه میکنه یعنی بله. منافع متقابل داره شما ببینین در اصل ایما سوال کې چې جګړه غزه ختم شوه تشبس شوه د دولتي ملي فلسطین تشکیل شوه او په مشکل طرح 1967 دی عرب کې است چې د نن ورځ هم سړی هم تر هغه بشتر تاکید میشد کې باید ای تطبیق شوه ای ګپای رسانه ای است ستراتیجی ملي اسرائیل ارشاداتی که در تلمود داره فکری که اونها داره طبیعتی که اونها داره او به این قراردادها توافق نمی چرا که به اساس همین قراردادها کل فلسطین گرفتن شما مرزهای 1967 را ببینین و امروز ببینین غذا با به کرانه باختری رایش قطع شده در معاصره بود اینها برنامه هایش به دشت سینا است به تپه های جولان است مم. و امو اسرائیل بزرگ ای امو دیدگاه استراتژیک اینها هست که اینها باید پیشرفت از نیل تا فرات بله و حتی دمو متون مذهبی اینها موادی هست که باید اینها سر کل جهان حکمت بکنه یعنی عجین شده خود همی ساختار فکری و طبیعی اسرائیل هست بنان یگانه رای که وجود داره رای نظامی است غیر نظامی هیچ نتیجه نمیده اگر نتیجه داد برای یک زمان موقتی است به یک زمانی است که پس وقت شرایط نرمال میشه اینها امو وحشیگری خود ادامه میده شما ببینید ما باید جهان اسلام کوشش بکنه این یک لابراتوار شد برای کل جهان اسلام موضوع فلسطین برای کل جهان اسلام یک ازمون بسیار بزرگ شد اینها باید کوشش بکنه که در دولتهای خود اصلاحت بیاره کسایی که به حمایت غرب به سالهای سال حکمت میکنه حاکمیت میکنه آزادی وجود نداره حقوق بشری نیست انسان ها ارزش های بنیادی خود از دست دادن باید به با یک تغییر و تحول و یک انقلاب بسیار بزرگی در جهان اسلام منجر شود و بعدن اه... خب زمینه ها اتفاقا با بهار عربی فراهم شده بود اما باز هم غرب بود که جلوه این تحولات عظیم و کلان که شما به اشاره فرمودین گرفت و مانع پیشرفت بهار عربی یا به سمر نشستن شد متاسف بهار عربی فکر کنم رایل صاحب که امو بنیه تقویتی برای اشتعال جوش این انقلاب موجود نبود ولی یک جوش داره یک قوت داره یک قدرت داره که هر کس با وجدان خود باید محاسبه بکنه هر کس باید در این نظام جهانی خود را ببینه به او اساس این بسیار مهم هست مسئله دوم مسئله اسیایی شدن سیاست هست این بسیار موضوع مهم است دامن امریکا باید از خوار میانه جمع شود و ما در آسیا غیر از کشورهای اسلامی کشورهای مانند چین و روسیه غوله بسیار بزرگ اقتصادی هستند به محور اینها باید به شکلی سیاستات تنظیم شود و به شکلی همکاری صورت بگیرد که ما روابط اقتصادی سیاسی و حتی امنیتی را به غرب باید در اسیا قطع بکنیم مم. و بعضی از کشورها اگر منافع خود را در تعامل با غرب میبینه باید تحت تأثیر این قدرت های بزرگ قرار بگیره این دور نیست اگر اقدام شوه و یک به شکل بنیادی یک تجدید نظر شود اگر ما بتانیم که یک سازمانی آسیایی را تشکیل بدیم بجای سازمان بین الملل چرا سازمان بین ملل تابحال کارا نبود چیزی که امریکا گفت سیاست های اونها را در قالب دیپلماسی پیاده ساخت به او اساس ما ضرورت به یک نهاد بزرگی مثل سازمان ملل سازمان آسیایی که در او تمام کشورهای اسیعی دخیل باشه اگر اسلامی یا غیر اسلامی و از طریق یک سازمان روابط خود باید با غرب تنظیم بکنیم چرا که هم در عرصه اقتصادی اینها قوی هستند و ما نمیتونیم ما مراقبت های لازمه با اونها داشته باشیم در عرصه های نظامی در عرصه های تکنولوژی اینها قدرت برتر هستند و شما ببینید ولی خب ما منابع داریم ما جمعیت داریم ما جغرافیا داریم یعنی های فشار بسیار زیادی در اختیار ما هست م. ما کشورهای متواسی نیستیم ما کشورهایی بودیم که تحت اشغال تحت سطره نمی نظام نیابتی غرب قرار داشتیم و گروههایی که غربی ها ساختن در قالب اسلام در قالب غیر اسلامی اعتبار از بین بردن و امروز جهان اسلام در یک بحران اقتصادی در یک بحران سیاسی حتی از لحاظ تیوریکی و ارزشی ما یک تعریف مشخص از یک نظام سیاسی نداریم بله، بله. و این اختلافات دیم رو سبب ازی شده که ایران به خود یک برنامه داشته باشه عربستان به خود مثلا قطر به خود در غیر از او همکاری ها بیشتر میتونه منافع ما را تامین بکنه نظر به اختلافات و حس قدرت طلبی که در ما به حساب تحرک داره این حس از طریق ادبیات غربی در نهان ما نهادی نشده بله, بله خیلی عالی سپاسگزار هستم شما هم اشاره فرمودین که اسرائیل بر اساس یک برنامه استراتژیک در حال توسعه قلمرو خودش و در حال تطبیق پلان ها و برنامه های دراز مدت خودش بله. در منطقه است که از جمله میتونه دامن مصر و عربستان و همه کشورهای بله. خاورمیانه رو بگیره یعنی ای این ما کسایی که اسرائیل که چند بخش کرد غزه باز به شمال غزه به ساکنین شمال غزه گفت که شما تخلیه شوید به جنوب به جنوب به جنوب بمبار ران شدید کردن و گفتن که باید دروازه رفع باز شوه و به طرف سینا بره یعنی اصل هدف اسرائیل تنها غزه نیست بله سیناست چرا که یک نهر سینا را جدا ساخته مم. و یک موقعیت بسیار استراتژیک هست بناهن فردایی که از اونجا اگر یک حمله میشه سر اسرائیل غزی دوم سوم. و حتی بر مدینه هم شاید حمله کنه که یک وقت مثلا خانواده یهودی در اونجا زندگی, زندگی می کردن قینقا و به حساب سه قبیله که بودن در مدینه اینها ادای تاریخیشان اینه می شکل هست که مطرح میکنن با این هم نظام های سیاسی جهان اسلام بر سر عقل نمی آین و این خطرات احساس نمی بله هدف ای است که ما یک سیستمی به خاطر اشباع غرایز انسانی از لحاظی از که تکاسب قدرت بکنه نداریم تعریف نشده ام. و یک شخص وقتی برکه قدرت میرسه او همه چیز را فدای قدرت میکنه همینطور موضوع دیگه به با باسازی غذا مربوط میشه غذایی که در حال حاضر چهل هزار خانه بیش از چهل هزار خانه ویرانه دارن در همین جنگ در همین جنگی که همکنون جریان داره این موضوع موضوعی بسیار مهم است بلی در فردای جنگ با ختم جنایات رژیم سایونستی غذا باید با سازی شود با سازی غذا چه کسی باید انجام بده؟ خب این موضوع زمان مطرح میشه که تمام عملکرد اسرائیل تحت قواعد بین المللی قرار بگیره که نمیگیره که امکان نداره بله به این حالتی که جریان هست و اگر مباعث حقوقی میشه اول این مطرح میشه که شما در 1967 کجا بودین و در 2003 کجا هستین مم. شما در طول همه قدر مدت چقدر اوسرای فلسطینی را قطع قطه کردین حتی قبرهایشان هم معلوم نیست شما از کجا آمدین در این منطقه این مطرح میشه مم. ولی اگر این شکل قانون زور باشه دیگه هیچ کس این پرسانه کردن نمیتونه به شمول کشورهای اسلامی کشورهای اسلامی اکثریتشان نمی جلسه که برگزار شدی به گفتی غرب است غرب برشان اشاره کردن که شما ایت یک کنفرانس بگیرین و جمع شوید بیشتر هم برای مجاب کردن افکار عمومی بله که یعنی شما به حال واکنش نشان میدید یعنی ای به سطح ملت ها واکنش ها را چی میکنه کند می سازه اختشاشات که شد تظاهراتی که شد به یک ملت ها فکر میکنه که نماینده های ما در این قضیه دخیل هستن و تا یک حد میتونه که یک چیز از غذا حمایت میکنه حمایت بکنه بله همچنان که شما میشاره فرمودین کشورهای عربی اسلامی اهرمهای فشار بسیار نیرومند و زیادی متنوعی در اختیار دارند بله که مهمترینش نفت است به علاوه جغرافیا و جمعیت و امثال اینا حال نفت مهمترین سلاحی است که اعراب در اختیار دارند و با تمسک و توسل به همی اهرام فشار میتونن غرب را در تنگنا قرار بتن غربی که به تمام معنا و تمام قد پشت اسرائیل استاده است و از حمایت میکنن اما در نه تنها در نشست دیروز بلکه قطعا و مطمئنا تا پایان فجایع غزه این اتفاق نخواهد افتاد که یک کشور عربی مثلا عربستان یا قطر یا مثال اینا بیاین غرب را از نظر انرژی تحریم کنند چرا ما از امکاناتی که در اختیار داریم نمیتونیم به عنوان یک فشار با درستی استفاده بکنیم که هیچ گونه زیانی متوجه منافع سیاسی ما هم نشود این زمان این بحث مطرح میشه رایل صاحب که اراده موجود باشه به خاطر جلوگیری از گسترش عملات اسرائیل عربستان به خوش است که حماس سرکوب میشه چرا که موضوع دامنگیر خود عربستان هم شدنی هست سال سال حاکمیت میکنه آل سعود آل سعود و این یک نمونه میشه برای امو جنبش های ازادی خواه کی ترس داره فکر به حساب اخوانی که حماس داره علی سعود از او ترس داره و شما بینن قطر خودش به عنوان یک مسلح در سیاست خارجی خود مسلح که نه مسلمان میشناسه نه کافر منفعت خود میشناسه از یک طرف به اسرائیل ارتباط داره از طرف دیگر بزرگای ما هم در خود نگامی. یعنی همو خاصیت اسلامیزه خود را از دست داره یک موضوع موضوع دیگه اختلافات دیگه هست به نام شویه و سنی شما ببینین اسرائیل به او اندازه به حساب خطرش احساس نمیشه برای عربستان مثل که از ایران ایران بلد. اسلامی ایران مطرح میشه او بزرگ نمایی اص... میشه بله بزرگ نمایی به او اساس اینها در بین خود هم یک توحید نظر و یک توافق نظر نداره اگر این توافق نظر به وجود آمد نفت به جای خودش دویم میلیارد مسلمان هست و شش میلیون تا هشت میلیون یهودی است در کل دنیا یعنی اگر پشت شمریکا هم استاد شده باشه امریکا نمیتونه م... کاری, نمیتونه داشته باشه به با او اساس ما در یک بحران فکری، مذهبی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی قرار داریم متاسفانه همزمان با برگزاری نشست ریاض صدها هزار نفر در بریتانیا بزرگترین راهپیمایی حمایت از غزه و مخالفت با اقدامات جنایت آمیز رژیم صهیونیستی را برگزار کردن فشار افکار عمومی شهروندان غربی چقدر میتونه از ادامه جنایات غرب و اسرائیل در نوار غزه جلوگیری بکنه یا این جنایت را کاهش بده؟ ببینین رسانه ها به سطح جانی به دست سیونستا بود به دست هاست و سیاست های بریتانیا اکثر مواقع به شکل بروز میکنه ولی در پشت یک تیم بسیار قوی موجود هست یعنی نیست که در بریتانیا میزان مسلمان بودن مسلمان ها زیاد شده در اوجه یک چند احتمال وجود داره یک احتمالی است که اونها عقیده به برد اسرائیل نداره و پیش از پیش به یک نوع از شکست جمعی غربی در غزه چی میکنه خودا میکشه مثل که از اتحادی اروپا برآمد پیش از اینکه امریکا در اینجا شکست بخوره و با اروپا مثلا سیل مهاجرین بیا مثلا بحران اقتصادی پیش از پیش یا به خاطر تحکیم روابط به شکل مستقلانه به با امریکا باید از سیاست های عمومی جامعه اروپا چی استقلال خود بگیره این تکتیکار انگلیس ها در طول تاریخ پیش بینی میکنه مسئله دومی است و مسئله بنیادی لیبرالیزم دموکراسی اگر به شکل کاذب هم بود ولی این نتیجه چند نسله دموکراسی و لیبرالیزم سبب از این میشه که جنگ رسانه را که حماس در این جنگ را انداخت جنگ بود که در بخش رسانه ای حماس برنده ازی شد و افکار عمومی جهانی را واقعیت های پنهان در خود قرار داد بلی. تحت تاثیر قرار داد درست است به او اساس این نتیجه امو لیبرالیزم نتیجه دموکراسی و نتیجه برد جنگ رسانه حماس هست که سبب ازی شده و اروپا در یک بحران از لحاظ سیاست های فکری خود قرار داره ترس ازی وجود داره که به این اندازه تظاهرات خودجوش و اشتراک مسلمان ها و به خصوص حمایت از فلسطین و جراتی که میکنه مثلا پیش از پیش دولت ها اختار دادن که ما از جرمنی بیرون میندازیم کسایی که به حمایت یا از فرانسه و شما ببینین رئیس جمهور فرانسه تحت تاثیر امو شعارهای مظاهر کننده ها میه که پس جنگ حماس جنگ اسرائیل قید و شروط حقوقی را برش پیشنهاد میکنه ای تاثیرات این تاثیرات انمی تظاهرات هست و برای ازی نگفتن همانه که در طویل مدت غربی ها به خاطر سرکوب کردن همین جنبش در, در داخل اروپا هم کوشش میکنه که از جمله جرمنی اما شرایط مهاجرت پذیرش مهاجرین چک کردن بسیار زود اقدام کردن و سخت ساختن یک علتش نمی بود دقیق است, دقیق است. دو دقیقه دقیق فرصت داریم چشمانداز نهایی جنگ جاری در نوار غزه را چگونه می‌بینین آیا اسرائیل میتونه به هدف خودش که نابودی حماس هست شما شما ببینین رئیس سی ای می با اسرائیل بایدن می با وزیر دفاع می بلنکن می کلشان میگه که یکی از بلند هایی که ما کردیم وقتی در عمل شد در افغانستان و عراق ما دیدیم و از تجارب ما استفاده کنین این اولین گفته یعنی جنگ قدر آسان نیست که شما اینجا جوش و خروش دارین و وقتی که به صحنه میرین و جنگ روی روی هم نیست جنگ کمین است جنگ زد و خرد و گریز است برای پارتیزانیس. پارتیزانیس. این بسیار سخت است و روز شرکت هایی که در اسرائیل بود سیاحت س... 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 به کدام اندازه که پول به دست می آوردن مثلا هتل که در مناطق سیاحتی بودن آ... خودروهایی که ساختن مثلا های میرکاوا کل <ممم> اسرائیل 350 360 تانگ از او 160 تانگ از این آبود شده در یک ماه بله. اگر یک دو ما, سی ماه سی ماهی جنگ دوام میکنه چی میشه؟ <مم> آ... بنان ما فکر میکنیم که غزه پس به پول فروش کبار تانگ اسرائیل ساخته میشه این گپ بسیار مهم است مسئله دومی مهم هست که حماس نظر به می جنگی که در یک ماه گذشت تا به حال در رسانه های اسرائیل هم حتی او روز گفتن که 150 سرباز حماس ما کشتیم کجا هست مرده های از یا دفن کردین در اونجا حتی یک فیلمش باید نشر میشد. تا به حال ده نفر اماس کشته نشده یا رفتن ملکی ها را بمبارد کردن زنا را بمبارد کردن شفخانه را به هدفی از یا چیز که سکنه باید از غزه شود پاک شود این هدفشان است ولی برد جنگ اینها تصوری از ایران نمی کردن یا فکر می که داخل شویم و سیستد و شست و تیاره و بزن بکن دیگه دا یک روز یا دو روز فیصله میشه نی نیویر تایمز راپور داد که جنگ امکان داره که تا یک سال چی شوه طویل شوه و اکثری رسانه ها میگه که استعداد جنگی حماس بیشتر از روز که اسرائیل محاسب کرده و یک چیزی بسیار مهمی که صورت گرفت امو سلابت و عظمت و بزرگی نمادین استخبارات اسرائیل از شنبت و موساد و امان یک کلش از بین رفت حال هر کسی که اگر به اسرائیل یک اختلاف پیدا میکنه ای تصور میکنه که ما میتونیم اسرائیل دقیقا. بزنم ده. ده. خیلی سپاس جناب استاد سیف الرحمن ابراهیمی کارشناس محترم دشتر. امور سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل و همینطور کارشناس امور میانه از شما هم به خاطر همراهیتان سپاسگزار هستم به امید پیروزی مردم مظلوم غزه و سربازان سربلند حماس خدا نگهدار